حضرت امام حسین علیه السلام در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجری در شهر مدینه به دنیا آمدند ابا عبدالله کنیه و سید شباب اهل جنت سبت نبی مبارک سید و شهدا رشید وفی طیب زکی و اسبت از, از لقبها و عناوینی هستند که به آن حضرت تعلق دارند با هم گزارش میداد شادمان را ببینیم روز سوم ماه شعبان سال چهار رومه هجرت امام حسین علیه السلام دومین فرزند حضرت علی و فاطمه زهرا سلام الله علیهما در خانه وحی و ولایت چشم به جهان گشودند. اسما نوزاد را در یک پارچه سفید پیچید و آن را به سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برد. و آن حضرت در گوش راست نوزاد از آن و در گوش چپ فرزند تازه متولد شده اقامه خواندند. در مورد نامگذاری آن حضرت در روایتی آمده است امین وحی الهی جبرئیل فرود آمد و گفت سلام خداوند بر تو باد ای رسول خدا این نوزاد را به نام پسر کوچک هارون شبیر که به عربی حسین خوانده می شود نام بگذار چون علی علیه السلام برای تو بسان هارون برای حضرت موسی است جز آنکه تو خاتم پیامبران هستی از امام صادق علیه السلام روایت شده هنگامی که امام حسین علیه السلام دیده به جهان گشود جبرئیل امین از سوی پروردگار متعال مأمور گردید تا همراه هزار فرشته جهت تهنیت و شادباش گویی به نوزاد فاطمه زهرا سلام الله علیها به زمین فرود آیند مطابق با برخی روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز هفتم ولادت آن حضرت قوچی را به عنوان عقیقه قربانی فرمودند و سر آن حضرت را تراشیدند و هم وزن موی سر نوزاد تازه متولد شده نقره صدقه دادند. رسول خدا علاقه بسیاری نسبت به امام حسین علیه السلام و برادر آن حضرت امام حسن علیه السلام داشتند به طوری که محبت خیش را به صورت علنی نسبت به ایشان ابراز می نمودند. بنابر نقل های تاریخی شیعه و اهل تسنن پیامبر اکرم هنگام تولد امام حسین علیه السلام از شهادت آن حضرت خبر دادند امام حسین علیه السلام از اصحاب کسا و به همراه برادرشان امام حسن از حاضران در ماجرای مباهله بودند و مستاق کلمه ابنا اونا پسرانمان در آیه مباهله هستند و همچنین یکی از اهل بیت پیامبر خدا می باشند که آیه تطهیر درباره ایشان نازل شده است روایت های متعددی از پیامبر اکرم در فضیلت امام حسین علیه السلام نقل شده است از جمله که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند و ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است بسیاری از آیات الهی که برخی رقم آن را 128 آیه و برخی دیگر تا 250 آیه ذکر کردند به اطلاق و عموم و یا به طور خاص بر امام حسین علیه السلام تطبیق شده و یا یکی از افراد مورد نظر در آیه امام حسین علیه السلام بودند مواردی مثل آیه مباهله، آیه تطهیر، آیه زلقربا، آیه اطعام و آیات سوره فجر که سوره فجر را سوره آن حضرت نامیدند. امام صادق علیه السلام ضمن بیان این معنی امام حسین را صاحب نفس مطمئنه معرفی کرده و میفرمایند سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب خود بخوانید که سوره حسین ابن علی است و در آن راغب باشید خدای متعال شما را مورد رحمت خود قرار دهد سیره اخلاقی و رفتاری امام حسین علیه السلام نشان دهنده روح بلند آن حضرت و تربیت در دامان پیامبر و امام علی و حضرت زهرا سلام الله علیها و تجسم قرآن کریم در عمل و اخلاق آن حضرت است از نکات جالب توجه در ماه شعبان نقطه آغازین ارتباط میان امام حسین و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف میباشد که با تولد هر دو امام بزرگوار در ماه شعبان شروع می شود جالب اینکه که سوم شعبان روز میلاد امام سوم مسلمانان و پیشوای دوازدهم نیز دوازده روز بعد در نیمه شعبان دنیا را به وجود نورانی خیش نور باران کردند زاد روز امام حسین علیه السلام باید به یاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بود و در روز میلاد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز باید سید الشهدا علیه السلام را یاد کرد در دعای هر یک از این دو معصوم جمله هایی را زیر لب زمزمه می کنیم که یاد دیگری را در دل زنده می کند. آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در یکی از نشست های علمی خود فرمودند در روایات بهارالانوار و غیر از آن موجود است که بعد از آن که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف پس از ظهور به شهادت می رسند، امام حسین علیه السلام از قبر خود زنده خارج می شوند. و ایشان را گسل می دهند و هنوت و کفن ایشان را انجام می دهند و در همین مکان در جای خودشان دفن می کنند میلاد شادمان خبرگزاری اخبارشیه